من کل زینم مجنونه رقیم مفتونه رقیم مفتونه. ما در باب قرآن بسته است، همچین میدان باز نیست. اصلا مالک زمین امامه، امام و حجت خدا مالک زمینه، مالک زمین ما. من قبول ندارم از زمین میرم. اگه بنا باشه علی و عمر یه جا برن، علی و معاویه یه جا برن، امام حسین در اون وقتی که هیچ فریاد رسیده میتونه منو به حکم بکنه، امام حسین در اون ملک و جن و بشر و ذرات عالم همه امامشون امروز امام برهمه. معنی بیان بودنش نیست که همه میفهمند. جای قرآن و آیات الهی در سینه یه عده است که خدای متعال علم عطا کرده. نبوت تمام نشده ها، تا فاطمه هست ادامه اون نبوته، هنوز بقیه دارد، هنوز همه طالب به بشر نرسید. نور امیر المؤمنین شکافته شد، فتق نور اخی علی خلق منه الملائکه، همه ملائکه خلقتشون از نور امیر رضا. وقتی میرسی در خونه امام رضا نباید به امام رضا بگی امام رضا از خدا بخوا مریضمون رو شفا بده، واسطه نیست بین امام رضا و خدا، خود امام رضا مشیت. یعنی منو بل من جن طب، یعنی منو بل من جن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز، باز هم ما، باز هم شما، باز هم قرآن کریم و محاکمه علمای شیعه توسط قرآن کریم، صفحه 569 و 570. لطفاً اتاق فرمان بیارید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در این آیات صفت انسان بد رو، انسان رو میگه اینجوری خلق شده و بعد میگه انسان‌های خوب این صفات رو دارن. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المسلمين. انسان بیتاب و حریص خلق شده، بیتاقت و حریص خلق شده، اگر ضرری بهش برسه جزا و فزع میکنه و اگر خوبی بهش برسه من میکنه، خیر رو به دیگران نمیرسونه. مگر اینا انسان اینجوریه، اما انسانایی که خودشون اصلاح کردن الا اینجور انسان ها. ما هم صفات این انسان ها رو ببینیم، فقط یکیش مورد نظر ماست. الا کسایی که نماز میخونن، زکات میدن، روز قیامت رو قبول دارن و از عذاب روز قیامت میترسن و اینجا منظور ماست، اینجا منظور ماست، اینجا. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. یکی از صفات این آدمای خوب این است که اندامهای جنسی خود رو حفظ میکنن از حرام. فقط در دو جا حق دارن اندام به اصطلاح عمل جنسی داشته باشن، با همسران خود یا با کنیزایی که مالکش هستن. در این دو حالت اینها ملامت نیستن، اما اگر به غیر از این هر کاری که انجام بدن اینها تجاوزکار هستند و این صفت رو باید مؤمنین داشته باشن تا برن به جنات، به بهشت برن، به بهشت برن و گرامی نگه داشته بشن. خب ممنون افتخار. پس معلوم شد که از صفات انسان‌هایی که قرار است به بهشت برن این است که باید که زنا نکنن، باید که اندام جنسی خود رو و میل جنسی خود رو فقط برای همسران خود و کنیزان خود نگه دارن. کنیزان که الان ندارن هیچ کس، موند همسران. حالا بحث ما خیلی ساده است امروز. حالا ما نگاه می‌کنیم که این ازواج چی چیزی داره،
عمل که یک عمل دیگه، شما چه زنا انجام بدی چه به اصطلاح با همسر خود چی کنی، در هر صورت یک عمله. اما این که قانون چون داره برای همین این حلاله، یعنی زن همون زنه ولیکن این قوانین حلالش کرده. اون قوانین چیه؟ نگاه کنید، ازدواج با محارم نمیشه در قانون ازدواج، با زن شوهردار نمیشه، مهریه باید بده، اجازه ولی باید باشه، بدون شاهد عقد نمیشه، عروسی باید اعلان بشه، بعد از عروسی مرد باید نفقه بده. یعنی اینجوری زن میشه، یعنی نمیشه بگی که این یک زنی میگیرم این صفات نفقه بهش نمیدم، یا زن از شوهر اطاعت نکنه. اطاعت از شوهر واجبه بر زن، بیرون نرفتن از خانه بدون اجازه شوهر لازمه، تعداد بیش از 4 ممنوعه، یعنی بیش از 4 تا نمیتونی زن بگیری. اگر دیگه با هم به توافق نرسیدن حق طلاق داره مرد، حق خلع داره زن، یعنی اگر مرد نخواد طلاقش بده ظالم است، زن میتونه بره خلع خود بگیره. ارث داره اگر مردن، اگر حتی به اصطلاح مردن یکیشون از دیگری ازش ارث میبره. اگر به اختلاف هم قانون داره در قرآن، اگر زن شوهر با هم اختلاف کردن دعوا گرفتن، خانواده زن شوهر دخالت میکنن طبق قانون قرآن و بینشون صلح میارن. اگر طلاقش داد باید عده نگه داره، اگر شوهرش مرد باید عده نگه داره. بالغ بودن شرطه، یعنی نمیتونی تو بگی من آقا ازدواج دیگه با یه دختری عروسی میکنم که بالغ نیست. نه، بالغ نباشه ازدواجت حرومه، باید که بالغ باشه، یعنی حیض دیده باشه. خب رزرو شدن برای شوهر بعدی هرگز، یعنی نمیشه که تو بذار من توضیح بدم، نمیشه که تو به یک زن که شوهر داره بگی که خیلی خب تو که طلاق گرفتی از شوهرت من تو رو میگیرم، این حرومه در دین ما. یعنی قوانین داره. اختلال در ازدواج با محارم هرگز، یعنی شما یک خانمی رو باهاش عروسی کردی دیگه نمیتونی خواهرش بگیری، اختلال خواهرش معلوم مشخصه دیگه، یا خالشو یا مادرشو، تموم شد. محارم اختلال درش نمیاد، میشناسی. بیارید دوباره محدودیت طلاق، خیلی چیزای دیگه هست، من بعضیش نوشتم. یعنی شما نمیتونی یه زن امروز بگیری فردا طلاق بدی دوباره بگیری پس فردا طلاق بدی دوباره بگیری. نه 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 نه، طلاق چیز محترمیه، دو بار حق داری طلاقش بدی، بار سوم دیگه جدایی دائمی است، مگر اینکه بره شوهر کنه، اون شوهر باز با هم نه شوهر علکی، حقیقتا شوهری بگیره، باز اون شوهر طلاقش بده یا خودش طلاق بگیره به نیت این، نه اینکه بره شوهر کنه بیاد پیش اول. منظور همش قوانینه، قوانین قوانین. این باعث شده یعنی عمل همون عمله، یک زن مرد یک جا میشن، اما این مسئله باعث شده که اینو به خدا حلال بدونه، زنا رو حلال بدونه. حالا ببینیم زنا چی داره دیگه، زنا چی داره، بیاریم زنا رو. ازدواج با محارم در زنا ممکنه، ها دیگه، با زن شوهردار ممکنه، ها دیگه، مهریه میتونه نده، بله دیگه، راضی باشن هر دوشون، ولی اجازه نمیخواد که، شاهد نمیخواد که، عقد نمیخواد که، اعلان نمیخواد که، نفقه نمیخواد، بس چی دیگه، به رضایته. اطاعت نمیخواد از مرد، بیرون میتونه بره به خانه دیگه، زناکار است. میتونه مرد با 10 تا زن زنا کنه، 4 تا نیست که. طلاق نداره اصلا، اصلا طلاق نداره، عروسی نبوده که طلاق بشه، خلی وجود نداره، ارثی وجود نداره، اختلافی وجود نداره توسط فامیل حل بشه. زن عده نداره، میتونه از اینجا بره به یک مرد دیگه. بالغ بودن شرط نیست در زنا، چون که هیچ قانونی رعایت نمیشه. میتونه رزرو بشه برای مرد بعدی، میشه دیگه، روسپیا هم این کارو میکنن، نیم ساعت پیش این مرد میره به یک مرد دیگه. اختلال ازدواج با محارم میشه، بله، چون که اعلان نمیشه، پنهانی است، همدیگر رو نمیشناسن، برای نیم ساعت با هم رو برو میشن، چی میشه آقا؟ میتونه بگه امروز با دختر عروسی کنه، زنا کنه، فردا با مادرش این کار انجام بده، علیعوذ بالله، همین چیزا ممکنه. محدودیت طلاق هم نداره، ببیارید لطفا، یعنی میتونه با زناکار، با یک زن زناکاره یه جا بشه، قهر کنه، فردا دوباره یه جا بشه، پس فردا دوباره، در هیچ اون محدودیت دوباره نداره، یعنی پایبند هیچ قانونی نیست. متوجه شدید فرق زنا و ازدواج رو؟ حالا میخوام یخه علمای شیعه رو بگیریم و رسواشون کنیم. علمای شیعه میگه آقا زن هم قبول داره این آیه رو که شما فقط دو جا حلال است میل جنسی خود ببری، یکی میشه زن، یکی میشه کنیز. خب زن صیغه کنیز که نیست، شیعه این مشکل چطور حل میکنه؟ زن صیغه میگه زن آزاد است، ازدواج است، حالا اسمش ما گذاشتیم موقت. خیلی خب، حالا ما شما ببینیم شابیت برنامه منه، خوب توجه کنید، یعنی این برنامه را اگه یک شیعه ببینه قبول نکنه،
بدبخت هستش، از بدبخت بدبختره. من نمیگم شیعه عادی، هم علمای شیعه را عرض میکنم. بدبختی چیه بابا؟ این دنیا تموم میشه میره دیگه، تموم نمیشه، در گذره. پدرای ما کجا رفتن؟ پدر بزرگای ما کجا رفتن؟ گاهی من فکر میکنم در زندگی گذشته خود اصلا یادم رفته بابا این سالهایی که برای من مهم بوده چی؟ نه رفقای خودم میشناسم، نه دوستای خودم، نه معلمای خودم. انسان صدها بار میمیره و مرگ آخرم میاد. دقت کنید من چی میگم. خب حالا میام ببینیم که ازدواج موقتی که شیعه میگه به ازدواج دائم نزدیکه یا به ازدواج زنا نزدیکه. جلوی شما من میارم قوانینش، این قوانینش. خب دیدید که اونجا من شما این بالا ببینید آقا، این سرخ مال زناست، سیاه مال چیه؟ مال ازدواج، درسته؟ در اسلام این همین چیزایی که بالا نوشته شیعه قبول داره. در ازدواج دائم نیست که شیعه از خود چیز دیگه بگه، ازدواج دائم شیعه قبول داره. اما در موقت شیعه بعضیاش کنسل میکنه. چی میده؟ حالا چی؟ در ازدواج موقت ازدواج با محارم نمیشه، مثل که ولی در زنا میشه، اما در شیعه نمیشه، در صیغه نمیشه. باز زن شوهردار ممنوعه، در زنا ممنوع نیست دیگه. مهریه باید باشه حتما، در زنا لازم نیست که حتما مهریه بدی، میتونه بدی میتونه ندی. خب اما بقیه چیزاش به شبیه به شیعه، خب نگاه کنید بقیه چیزا شبیه به زنا. اونایی که سرخ آوردم خب نگاه کنید مسلمونا، اونایی که سرخه همش مثل زناست. نگاه کنید زنا همش سرخه، یه ستای اول فقط شیعه باش فرق داره، بقیه همش مشابه به زناست. یعنی با ازدواج ما فقط سه چیز شبیه، اون ستای اول شبیه، این ستای اول، این ستای اول شبیه با ما. ازدواج موقت در این ستا با ما مشترکه، اما در بقیه نه، با زنا مشترکه. اجازه ولی لازم نیست، بودن شاهد لازم نیست، عقد هست، عقد در شیعه هست، اما عقد بسیلا عقد چی دارن؟ اعلان لازم نیست، عقدم دارن، این ها واسم نبود. بودم یک تحقیق سرسری من هستش، یعنی من ده هشت چیز دیگه میتونم پیدا کنم. خب، اعلان لازم نیست، مثل ازدواج، نفقه، نه، چرا بزن نفقه بده؟ اطاعت شوهر لازم نیست، نه لازم نیست شوهر اطاعت کنه، فقط برای یک کار اومده. بیرون نرفتن از خانه بی اجازه شوهر میتونه بره. چهار تا ممنوع، بیش از چهار تا نه، میتونه هزار تا زن صیغه‌ای هم بگیره. میخوام ببینم همون ازدواجی که ما میگیم هیچ توش نیست، طلاق توش اصلا وجود نداره، خله اصلا وجود نداره، ارث نه بابا از هم ارث نمیبرن، حل اختلاف هیچ اختلاف نمیتونه بشه، فامیلای خود برن، عده نه، عدهش مثل عده ما نیست، عده داره ولی عدهش مثل عده ازدواج دائم نیست، بالغ بودن شرط نیست در شیعه، در شیعه در صیغه به بالغ بودن شرط نیست، میدونستید کتاب خمینی مشهوره که با صیغه و با دختر کوچیک میشه. رزرو شدن برای بعدی ممکنه، این ممکنه، البته شیعه میتونه بگه که آقا این ممکن نیست، ولی ممکنه. چرا؟ برای اینکه در همین تهران، برگردیم برای بینندگان توضیح بدم، در همین تهران، در همین مجالسی که در تهران پارس من تحقیق خونده بودم که یک آخوندکی یک محل باز کرده برای ازدواج موقت، اتاقام خودش کرایه میده یک ساعت دو ساعت، باز زنه میگه آقا من نمیخوام، خرجم در نمیاد صیغه یک زن بشم، مردم که نمیتونه هر ساعت براش پول بده صیغه یک مرد بشم، چیکار میکنه؟ یک ساعت مال یک مرد میشه، از ساعت 9 تا 10 مال مرد اول. باز اون آخوندک در بیرون اتاق مینویسه که این زن شوهر میتونن از هم تمتع ببرن، ببخشید، ولی نمیتونن از سبیلین کاری رو انجام بدن. در اون صورتی زن باید عده نگر نداره، یعنی میتونه از این شوهر که اومد بیرون ساعت 10 بره زن یکی دیگه بشه به همین شرط، ساعت 11 بره زن یکی دیگه بشه، یعنی میشه رزروش کرد برای ساعت‌های بعدی. حالا اگه این زن اصلا چی باشه، حیض نشه یا یائسه باشه، در این صورت اصلا ادعای نمیخواد نگه داره، ولو که هر غلطی که کردن، لذا میتونه برای شوهر بعدی رزرو بشه. در مثل زنا، زناخونه ها خب مردم میره به صف وامیسته دیگه، درسته یا نه؟ اولی میره، دومی میاد، دومی میره، سومی میاد، این ممکنه. خب اختلال در محارم با ازدواج با محارم، بله بله دیگه، یعنی شما یکی پنهانی گرفتی با یه دختر، شما ازدواج کردی و خانواده‌اش هم با خبر نمی‌کنه، فردا میری خواهرش هم می‌گیری در حالی که این در زیر عقد تو هست، یا ما مادرش می این کارو می‌کنی. پس اختلال در ازدواج با محارم میشه، هرچند که ازدواج با محارم نمیشه اما اختلال میشه. خوب توجه کنید، نگید سوگیری داره ما رو چی می‌کنه، داره به اصطلاح غرض ورزی می‌کنه. گفتم ازدواج با محارم نمیشه در صیغه،
اما اختلال رخ میده، یعنی ناخواسته ممکنه بابا با دختر خودش عروسی کنه. چجوری؟ امروز میره با یک زنه رو ترک عادت موجب مرض، مثال میزنم خودم رو، مثال دیگه، مثال پناه میبریم خدا. مثلا در وقت شیعگی خود که هنوزم شیعه مثلا بودم، فرض کنید 20 سالگی رفتم یک دو زنی رو، دختری رو در مثلا امام رضا، این کارو در جای رفتم زیارت امام رضا، یک زن صیغه کردم اومدم، اون زن صاحب دختر شد. من که خبر ندارم، که من نمیشناسه، که شناسنامه از من نگرفته، ثبت که نمیشه تو مذهب شیعه. خب اون دختر خودش بزرگ میکنه، 20 ساله شد، من دخترم مثل مادرش میشه، دوباره میرم امام رضا، من که ترک عادت موجب مرضه، دنبال دختر میگردم، دختر جوان میگردم، دختر خودم جلوم میاد، من صیغه میکنم. اینم یکی از عیباش، اختلال ایجاد میشه. درست میگم یا نمیگم آشیا؟ خب محدودیت طلاق نداره، گفتیم در ازدواج دایم محدودیت طلاق داره، در زنا نداره، در زنا نداره، اینجا هم نداره. امروز زنه رو سیغه مدت ببخش، دوباره بگیرش، دوباره ببخش، دوباره بگیرش، دوباره ببخش، صد بار، هزار بار، یعنی همه قوانین ازدواج دور زده، قوانین زنا رو جاش آورده، اسمش گذاشته ازدواج موقت، یعنی اسم شب گذاشته روز، اسم زنا رو گذاشته ازدواج. دوباره نگاه کنید، انصاف بدید مردم. این قوانین ازدواجه، برعکسش، همش برعکس قانون طلاق. قانون صیغه یه چهار تا رو از ازدواج دائم گرفته، یه چهار تا رو گرفته، بقیه همه قانون چیز گرفته، قانون کفری رو گرفته، قانون زنا رو گرفته. دیگه من چیکار کنم با این مردم که شب رو میگن روز؟ دیگه مشکلات دیگه هم داره، من به خدمت شما بگم که یکی از مشکلات دیگه این است که مثال زنا رو اصلا آسون میکنه دیگه. یک زنش مرد با هم گرفته، میگه آقا ما با هم عقد شدیم، قبول کردی؟ زنه گفته قبول کردم، مسخرش کردم. هیچ اصلا دیگه نمیتونی کسی بگه آقا تو چرا با این زن نامحرم رفتی، چون شاهد نمیخواد، نمیدونم چیزی نمیخواد دیگه، متوجه هستی؟ یک کار دیگه احمقانه دیگه هم میکنن، محرمیتی که بین حجابی که خدا گذاشته بر روی فلسفه خودش، که مثلا من مثلا با دوستم هستم، مثال بگم، این کار احمقانه در شیعه هست، دوست صمیمی منه، خب من در طب شریعت نمیتونه با خانمش بشینم، که اونم نمیتونه با زن من بشینه. شیعه چیکار میکنه؟ این قانون محرمیت رو دور میزنه با صیغه، یعنی صیغه فقط زنا نیست، یه خرابکاری های دیگه هم داره. مثال چیکار میکنن؟ شیعه این کارو میکنن، میره دختر اون رو برای خودش صیغه میکنه، دختر اون رو برای خودش صیغه میکنه. مثلا من میرم دختر رفیقم برای صیغه میکنم، ولی یک ساله باشه، اونم میاد دختر منو برای خودش صیغه میکنه، یک ساله باشه، باز میتونه با زن من بشینه، من میتونم با زن او بشینم. یعنی اون حرمت محرمیت رو شیعه با این قوانین من در آوردی از بین میبره. خدا دیگه چرا اون قوانین رو گذاشته بود که قرار بود مثل اینکه مولانا نصیرالدین میگه یک باغ داشت، یه طرفش یک در خیلی محکم داشت، دیوارم داشت، سه طرفش اصلا دیوار نداشته، باز این روی این قلف گذاشته، روی این در یه قلف به اصطلاح بزرگم گذاشته که به اصطلاح کسی داخل نشه، سه طرف بازه، از این ور میگی 4 تا زن ممنوعه، از اون ور 3 تا 1000 تا میگیری با موقتت، از این ور میگی محرم است باید با نامحرم نشین، از اون ور با یه کار احمقانه زن بابا رو با خودت محرم میکنی، باش میشینی میگی و میخندی که چرا آقا این مادر زنم است، مسخره، اون زنت از به دختر یک ساله. از این چرندیات در مذهب شیعه زیاد. باز یک خنده‌دار این هست که خنده‌دار این هست که میگه برای بیرون رفتن از خانه اجازه لازم نداره. خب برای چی گرفته؟ شما برای یک ساعت گرفته که بره بیرون از خونه، من پول بدم یک زن برای یک ساعت بگیرم در صیغه. باز این تو قانون شیعه صیغه اجازه نداره، حق نداره شوهر بهش بگه نرو بیرون. زن میتونه بدون اجازه شوهرش بره مثلا همون یک ساعت خرید کنه. لذا این یک مشکلی درست کرده، اون وقت علمای شیعه اومدن این حلش کردن. بفرمایید. بیارید. از حضرت آیت الله مکارم شیرازی حضرت سوال شد آیا در ازدواج موقت هم برای بیرون رفتن از منزل اجازه شوهر لازم است؟ پاسخ: در ازدواج موقت برای خروج از منزل نیاز به اذن همسر نیست. عجب همسری است که زنش هر جا بره، مگر اینکه بیرون رفتن منافات با تمکین از شوهر باشد، او از شوهر باشد. ببینید اصلا این نمیگه مثلا اون زن نصف شب میره بیرون، نمیگه عزت نصف شب میره بیرون. خب نگاه کنید، این آیت الله معذرت میخوام دیگه، دیوس ماست، میگه آقا زن بره بیرون اجازه لازمه؟ میگه نه اذن نیست مگر با تمکین او از شوهر باشه، یعنی همون کار اصلی رو که برش گرفته، مثل که برای من شما سر
خدای نخواست اگه با یک زن زانیه رفتیم زنا کردیم، خدای نخواست، من امروز چقدر مثالم به خودم میارم، زنا کردیم، غیرت که سرش نداریم که، اون که زن ما نیست که، میره بیرون بره نصف شب بره. این همین کار آقای آیت الله مکارم شیرازی در مورد زن است که غیر میگه سرش تعصب نشون نمیده. به دوباره نگاه کنید، میگه آیا برای رفتن ازش سوال شده که در ازدواج موقت اجازه شوهر لازم است؟ نه، میگه نیاز به اذن همسر نداره. آقا ساعت 2 شب میره بیرون، نیاز به اذن همسر نداره که، مگر اینکه این بیرون رفتن منافات با تمکین از شوهر باشه، یعنی ساعت 2 نصف شب شوهر از او میخواد، خواب نیست، بیداره، میخواد خاک در سر خود کنه، در اون صورت حق نداره بره. اما در اون صورت دیگه رفت. این مذهب شیعه است، گفتم مسخره است، از مسخره تر. ناراحت نشید. باز جالبه اینه، نگاه کنید، یکی سوال پرسیده، اینم سوال یکی از این سایت ها داره آوردم، از مشاور حقوقی پرسیده، اتفاقا زیاد دورم نیست. میگه سلام، من پسر مجردی بودم، تینیو اسم حتما اسم به اصطلاح مستعاره. میگه سلام، من پسر مجردی بودم که زن شوهر مرده ای را با یک بچه را پنهانی از خانواده ام صیغه کردم، پنهانی. آقا آدم جرمو پنهانی میکنه دیگه، ازدواج که همه ما شما علنی میکنیم، میریم جشن میگیریم، تالار میگیریم، همه رو با خبر میکنیم، کارت عروسی پخش میکنیم، پنهانی چرا؟ خودت هم میدونی که مجرم هستی ای پسر. میگه پسر مجردی بودم که زن شوهر مرده ای را با یک بچه را پنهانی از خانواده هم صیغه کردم و حق طلاق هم را به او دادم. این دیگه نمیدونستم من، یعنی پسره حق طلاق داده به زنه، یعنی خودش نمیتونه طلاق بده، زن باید طلاقش بده. مرا راهنمایی کنید که او نمیتوانم از او جدا شوم، چون او نمیخواهد جدا شود و مهرش را هم ندهم چون مهری زیاد است. یعنی میگه راهنمایی کنید که مهرش ندهم، مهری زیاد است، گیر کرده. خب شما اصلا این برای چی آوردم که بگم اگر این ازدواجه چرا پنهانی باشه؟ پنهانی چرا؟ جرم آدم پنهانی انجام میده. لذا هر طرف که نگاه کنی شیعه باخته، خیلی بد جوری هم باخته. بله، برنامه ما تمومه، همینقدر. شماره تلفن من به نظر من درست شده، اعلام کنید تا فرمان شماره تلفن ها رو که ببینیم که دوستان مدت های مدید است که ازشون دور هستیم. خب حالا بیاییم و بعضی از پیام هایی که دفعه قبل به طریق مختلف اومده من بعضیش رو براتون میخونم. آقای اسلام یا خانم اسلام ترو حقیقی، اسلام حقیقی، میگه پناه بر الله، در مورد برنامه قبلی میگه تنها آیات مربوط به قیامت مونده بود که اونا رو هم چسبوندم به حضرت علی. بذارید تلفن ها رو مقدم میدونیم. بله، ولی دارد از گوشی صحبت نمی کنن. سلام عرض میکنم. سلام علیکم، ما منتظر شما بودیم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای رضایی عزیز، حالتون چطوره؟ ممنونم. پس واقعا معلوم است که شما واتساپ اینا ندارید، چون که تلفن باشه همیشه حاضر هستید. بله، حالتون خوبه؟ بله، من واتساپ ندارم، بلدم نیستم. بله، واتساپ کار کردم، بلدم نیستم. نه، ندارم، خودم ندارم. بله، خوب. خوبی ان شاء الله. ممنونم، در خدمت شما هستم. حالتون چطوره؟ خدا را سپاس. در خدمتتونم. در مورد برنامه بگید باز، چون که بینندگان سر خط. من در خصوص موضوع برنامه امروزتون در خصوص صیغه، تو این هفته گذشته دو تا جلسه با آقای حسینی مفصل صحبت کردیم و اینجا دیگه با شما میدون نمیام روی این قضیه. فقط همین قضیه آخر که اشاره کردی که بنده خدا رفته صیغه کرده پنهانی، یک خانمی رو صیغه کرده، تو شما رو مسئله پنهانی بودنش چیزی که باید مسئله برملا باشد، اگر این کار خطا نباشد چرا برملا نیست، آشکار نیست. من اونجا با آقای حسینی عرض کردم، به شما هم میگم، عرض کردم مسئله این صیغه و ازدواج موقت این گریز از زناست و آن وقتی که غریزه جنسی، غریزه شهوت فشار می آورد، خانمی که شرایطش رو دارد، برای یعنی شوهر ندارد، مطلقه است، و برای رفع نیاز جنسیش خودش با یک مردی که اونا هم به همین بلی مبتلاست، اینها خب روشون نمیشه که بگن که ما میخوام برای رفع نیازمون به پدرش بگه، به مادرش بگه، به این بگه، به اون بگه، ما میخوام برای رفع نیاز. قطعا انسان شرماوره، حتی زن رسمیش هم انسان وقتی میل پیدا کنه نمیتونه بگه که من الان میل پیدا کردم به پسرش، به دخترش بگه من الان پیدا کردم، شما پاشین بریم، من میخوام برم طرف نزدیک مادر شما. و همینطور خانم،
مثلا این است به خاطر این قضیه است. صدا ضعیف شده؟ صدای شما ضعیف هست، نمیشنویم. الو؟ آه بله، الان خوب شد. اول بگینم. نه، متوجه شدین، گفتید که پنهانی برای این است که این مسئله نیاز جنسی است و برای همین پنهانی است. حالا اجازه میدید من جواب بدم؟ بله، جواب بدید. اولا در مورد نیاز جنسی، چون فرمودید اول پنهانی نمیاریم، نیاز جنسی هم درش هست چون خودتون گفتید. مگر عروسی های دائم برای نماز خوندن و نمیدونم روزه گرفتنه، اونم برای نیاز جنسی دیگه، اونو چرا اعلام میکنن؟ عرض کردم که اونم برای نیاز جنسیه، اما یه زندگی متعارف زناشویی که یه قسمتیش یه بخشی در تمکینه، بقیهش کارهای بود مره است، خانم تو آشپزخونه است، مسافرت میرن، این طرف میرن، مهمونی میرن، ولی برای اون قضیه موقتیه. به خاطر به هر حال موقتی یا هر چی هست، کسی خجالت نمیکشه، نه خانواده دختر نه خانواده پسر، و اصل هدف در روز اول همونه. چرا خجالت نمیکشن؟ و چه خجالت داره دیگه، آدم غذا میخوره خجالت داره، حقش از غذا بخوره. نه خجالت نه، عرض میکنم، میگم اون وقتی که انسان برای رفع نیاز جنسیش خجالت میکشه، بگه الان من به خانمم تمایل پیدا کردم، بگه پدرش. ما همین میگیم دیگه، ما همین میگیم که این فقط برای رفع نیاز جنسیه و این رو ما قبول نداریم. این خداوند میگه بین شما رو زن شوهر آفریدیم، بین شما مودت و رحمت قرار دادیم. اجازه بدید، اجازه بدید من حرفم تموم شه، بازم به شما وقت میدم، اجازه بدید. بله، حالا شما میگید که برای رفع نیاز جنسی انسان است. میخوام ببینم این دخترها انسان نیستن که شما با فقط رفع جنسی مردا رو در نظر میگیرید که بره با زن مطلقه و نمیدونم فلان و فلان عروسی کنه. خب شما که اینا رای برش باز کردی، همین برای پسر جوان بره با مطلقه و فلان، مطلقه مدت به مدت شوهر عوض کنه، خب این کسی دیگه نمیره که با دختر عروسی کنه وقتی زنا باشه. یه علتی که عروسی ها کم شده این است که زنا رو حرمتش ریخته، شرم و حیاش ریخته، یا شبه زنا زیاد شده. خب شما این کاری که میکنید به این دخترها هم یک رای حل نشون بده، رای حلش هم بستی. آقا در یک کنکور، معذرت میخوام، در یک دانشگاه 100 تا صندلی هست، 1000 نفر میخوان برن اونجا دانشگاه قبول بشن، شما در همون 100 تا صندلی هم 6 تا صندلی رو به زن صیغه‌ای میدی. مردم میره 100 تا صندلی، یعنی هر زن صیغه‌ای 6 تا زن 6 تا صندلی میگیره. اینجوری که شما پدر دخترای مجرد در آوردید که. پس شما جواب به من بده، خلاصه سوال است، اینور اونور نرید. جناب آقای رضایی خیلی محترم، این دخترام دیگه شما نه فقط این که کمکش نمی‌کنی که به همون شهوتی که مردام دارن اونا هم دارن بهش برسن، بلکه راه رو می‌بندی، چون که راه هرزر باز می‌کنی، آب هرز میره در جای دیگه. یعنی اون زن صیغه‌ای روز شب سال 6 تا شوهر میکنه، این خانم بیچاره باید تا آخر عمر بشینه، دختر عفیفه. اگر جوابی دارید در خدمتتون. بله چش، جناب آقای سوزیدی بزرگ، قبل از اینکه این بحث و بستش بدیم باز بشه، از خانم های مطلقه به دخترای دوشیزه و باکره برسیم، همون داره حلش کنیم. از شما یه راه حل بدید. من میگم من نوعی الان، من الان با آقای حسامی همینو گفتم الان من با یه خانم یه جایی مواجه شدم، حظم اومدیم، اونم شرایطش رو داره، شوهر ندارد و میتواند، ما با هم میخوام زنا نباشد. این قضیه شما یه نسخه بگید که ما زنا نکنیم، اینا یه نسخه شما بگید. آماده، خب در مترو همه آماده است، این که نمیشه، آمادگی که دلیل نمیشه. من الان آماده هستم، گرسنه هستم، برم از رستوران بدون چی، بدون قانونش غذا بخورم؟ قانون آدابی داره دیگه. آماده هستی؟ اجازه بده، آماده هستی برو یک زن بگیر. کی تو رو گفته آماده نباشی؟ زنم بره شوهر کنه، چه کاریه؟ آقا من الان، من خودم زن دارم، من الان رفتم مسافرت. زن دوم بگیر، خدا که بهت اجازه داده زن دوم بگیری، چرا از زنت میترسی؟ قانون خدا رو عوض کردی؟ زن دوم بگیر. خب این زن دوم بخوام باش زنا نکنم، خب من وقتی برای عقدش میکنم، محرم براش تعیین میکنم، و خانمم مکلفه بعد از این مقاربت عده نگه دارد، شرایط اونم این است اگر چنانچه آبستن شد از ارث من، مثل بچه های من بهره مند بشه، این کداش رو باید به هم بزنیم و باید یه قانون زلس شد بعد چیز کنیم، همطوری بریم با نزدیک هم یوسفی شده زنا. اگر الان پدر من برسد، پدر اون خانم برسد، گریبانش بگیره، بگن عقدم کرده راحت داریم، یا هر دو متهم به زنا بشه اونجا. آقای رضایی، شما میدونید که روسپی خونه ها در دنیا زیاده. من برم تو روسپی خونه
دختر بگیرم بگم آقا من تو رو عقد میکنم بعد 5 دقیقه من میام بیرون، اینو تو این مسخره کردن دین نیست، چیزی حساب کتاب داره دیگه برادر من. شما فقط من این شما رو میکشم اینور، شما میری طرف مسئله جنسی، هی شما رو میکشم این طرف، شما میری طرف مسئله جنسی. ما که معذرت میخوام، حیوان که نیستیم، انسان هستیم. ازدواج به شما گفتم مسئله جنسی یک جنبه کوچیکشه. مسائل این است که به اصطلاح تشکیل خانواده، اینکه فامیل شدن دو فامیل، رحمت و چیز، تنها نبودن، شما هی میبری در اون طرف که نمیدونم هر دو نیاز داریم. خب هر دو نیاز دارید، عروسی کنید، زن دوم بگیرید، دیگه هیچ دختری هم نمیمونه. شما که زن، این که شما اسمش زن دوم نیست، این زن دوم نیست، این توش ارث نیست. شما ببین، شما خودتون گول میزنید جناب آقای رضایی. میگه نمیدونم اجازه نداد، مگر پیامبر اجازه نداد همین قضیه رو در عهد رسول خدا. و حالا بگیرم فلان بگیرم، اگر پیامبر اجازه داده بود که گردن منم بزنید، من به شما چیزی نمیگفتم. این شما میگید پیامبر اجازه داده، خودش کی زن صیغه ای گرفته؟ امامای شما حتی الحمدلله هیچ کدومشون نگرفتن. شما میگی پیغمبر، خب همه چیز به پیغمبر نسبت دادن که درست نیست. پیامبر که این کار انجام نداده دیگه. بله، اصحاب انجام دادن یا نه؟ اصحاب انجام دادن در وقتی که در جاهلیت بودن. اسلام دیگه نیومده بود که همون زنا رو برداره یک پرده روش بکشه بگه. در جاهلیت انجام میدادن. در عهد رسول خدا بوده اصحاب. بله، در عهد رسول خدا شراب هم میخوردن، تا حرام نشده بود شراب هم میخوردن، نماز هم میخوندن در وقت شراب خوری. ولی حالا حرام که شد دیگه، حرومه دیگه. در سال حالا این قوانینشان میگن اون بچه هایی که از اون عقد دوست شدن همون مقاربت ها، اونا اسمش چی چیه؟ اونا اسمش زنا؟ نه خیر، اسمش زنا نیست. حتی الان شما زن صیغه ای رو در مذهب شیعه بچه به دنیا بیاره، اسم شما زنا نمیذاریم، چون طبقی قانونی عروسی کرده. بچه هندو رو ما زنا نمیگیم، بچه بودایی رو ما زنا نمیگیم، حتی بچه ملحدی که عروسی کنه رو ما زنازاده نمیگیم. زنازاده اون است که خلاف قانون عمل کنیم. حالا شما این قانون رو به عنوان یک دین درست کردید دیگه، اون به عنوان یک مذهب شیعه درست کردید. ها اگه یک سنی انجام بده ما رو بگیم این زنازاد است، اما شیعه بالاخره این قانونی است غلط. بله بله بله. خب حالا بقیه شو بذاریم برای بقیه. بله من در سوال دیگه دارم ازت، شما بگوستم یا دیگه امروز بسنه؟ امروز بسه دیگه، روز دیگه تشریف بیاریم. بله چشم. ممنونم، خداحافظ. شما خوشحال شدم آقای رضایی عزیز، خوشحال شدم. بله سلام عرض می کنم، بفرمایید. این جواب سوال من بود. من پرسیدم که آقا ببین وقتی جواب نداشته باشی فوش میدی، فوش بده، روز قیامت چیکار میکنی؟ و من برمیخوره فوش دادن تو، روز شب ما فوش میشنوید. ولیکن دلیل این است که جواب نداری میسوزی، بدبخت. برو یک عالمی تو بیار جواب منو بده. الان همین سوالی که از آقای رضایی پرسیدم، جواب بده این چه قانونی تو گذاشتی که جلوی ازدواج دائم مردم میگیری؟ دخترها آدم نیستن؟ فقط در فکر شهوت خود بودید. در خط تلفن ما پیامه تلفنی داریم، میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض خسته نباشید دارم خدمت شما استاد سجودی بزرگوار و همگی حقگویان در شبکه موفق جهانی نور. امیدوارم در سنگر توحید و حقگویی همواره در حفظ و پناه الله سبحانه و تعالی باشید و دشمنانتان ذلیل و رسوا باشند. آمین و انشاءالله. روی سخنم با علی خامنه‌ای و مراجع تحت حاکمیت وی است، مراجع شیعه رو میگم. آیا واقعا شما عمل شنیع صیغه موقت رو قبول دارید و یعنی اینکه حاضرید نزدیکان شما، دختران، خواهران و دیگر محارم شما به صیغه موقت اشخاص دیگه در بیان؟ اگر که موافق هستید خیلی خوب، این عمل شنیع است که شما انجام میدید و مبارکتون باشه. امیدوارم که در آتش سوزان جهنم سزای عمل خود را ببینید انشاءالله. و اگر که مخالف هستید میباید تمام کسانی که این عمل شنیع رو امروز در کشور ایران انجام میدن مورد محاکمه قرار بدید، مورد تعقیب قرار بدید و به سزای عملشون برسونید، چون حاکمیت کشور و اجرای قوانین دینی خودتون رو در دست دارید. وگرنه نمونه اشخاصی رو میارم به خاطر دفاع از دین حق خودشون توسط تو علی خامنه‌ای و آخوندهای فاسد حاکم بر کشور ایران مجازات شدن. شهرام و بهرام احمدی دو برادر بودند که فقط به این دلیل گفتند امهات المؤمنین عایشه رضی الله عنها مادر مؤمنان است، شما آنها را در زندان شکنجه کردید و اعدام کردید. امیدوارم که تقاص خون آنها را هم در این دنیا و هم در آخرت بدهید انشاءالله. ممنون از فرصتی که به من دادید استاد سجودی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله بر شما باد بیننده عزیز. بله این اعدام های ناجوانمردانه برای کسایی که در دفاع از ناموس پیامبر
سخن گفتن فقط این نیست که خون ناحق ریختن، بلکه یک ملتی رو آزرده کردن. الان ملت کرد خود رو جدا از بقیه ملت میبینه به خاطر اینکه به اونطور که لازم بوده ازشون دفاع نشده. چرا باید افرادی تو یک چیز بدون دلیل اعدام بشن؟ اما بریم سر بحث خودمون. بله، هیچ کس حاضر نیست که زن و بچه خود، دختر خودش رو وردار سیغه کنه بده بده یک مرد لندهوری برای یک ساعت. کدام آدم دیوانه حاضر است؟ عاقل رو بسار. لذا خودشون هم میدونن اصلا این مسئله از مذهب شیعه از چی اومده. اون مردم ما رو به صورت برده میدیدن. این سیغه از جبل عامل لبنان اومده. وقتی ترکای ترکیه تونستن همون صوفیای خود بیرون کنن، اینا اومدن ایران و ایران گرفتن با قتل عام وحشتناک. بهترین شهرهای ما سنی نشین بود، تبریز، شیراز، اصفهان، ری، همه رو با کشتار وحشتناک گرفتن، قزوین. و بعد این صیغه رو علمای لبنان آوردن، ما رو به چشم برده میدیدن و خودشون دختراشون صیغه نمیدادن که، فقط از ایرانی ها میگرفتن. و متاسفانه هنوزم از بعضی ایرانی هم دفاع میکنن. چیز عجیبی است. این بیننده هم در همین رابطه نوشتن، باز یک پیام صوتی داریم. آقا این مشتری ما رو از ما نگیر. میگه آقای رضایی، این آقای رضایی کی کار میکنه؟ همیشه پای شبکه هست. ببینید این سرگرمی، هر کس یک سرگرمی داره، اینقدر آدم برای وقتی اونقدر در وقت سرگرمی خودشون نگاه میکنن دیگه، حتما پیر شدن چیز پس انداز دارن. باز گفتن که والله دروغ میگی جناب آقای رضایی، خودت هم میدونی که داری دروغ میگی، برای همین تصویری نمیای. و از بس که دروغ میگی تصویری ما ایشون میاریم ان شاء الله خیلی به زودی در واتس در اسکایپ. سلام به آقای رضایی. همون حرفی که بیننده ما در صوتی گفتن، آیا واقعا به خواهر و مادرش اجازه میده صیغه کنن یا اینکه برای خودش فقط جایز است؟ این سوال عمومی است که همیشه پرسیده شده، ولی طبعا فطرت این رو قبول نمیکنه. به تلفن بعدی. سلام استاد، هسته نباشید. استاد در مورد ازدواج موقت، ازدواج موقت یعنی ازدواج نیست. ما در شهر داریم که چهار زن میتونیم بگیریم، ولی ازدواج مدعه یا همون موقت 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا میتونیم بگیریم. پس اون ازدواج نیست. این ازدواج موقت ازدواج نیست، یعنی کرایه میکنیم 10 تا 20 تا 30 تا کرایه میکنیم. اینا خودشون هم میدونن. استاد این آقای رضایی وعده داد که با تصویر میاد. خب ما میگیم اسکایپ بلد نیست، ما قبول میکنیم ازش. آیا واتساپ دیگه کاری داره؟ بچه های 2 ساله 3 ساله بلدن یا نمیتونه یه فیلمی از خودش بگیره، من آقای رضایی هستم، چهرم اینه. ممنونم استاد، خدا نگهدار فعلا. بله، البته در مورد نیامدنشون با اسکایپ یک کمی تقصیر ما هست، تلفن ما خراب بود. اما یک پیشنهاد خوبی جناب آقای رضایی که پرونده رو ببندیم، یک فیلم 2-3 دقیقه‌ای با خود از خودتون بگیرید که همون هم کافی است که بینندگان ببینن. با صدای خودتون فرمایشاتی بفرمایید تا این مشکل حل بشه. در مورد این که واقعا این زنها کرایه هستن، در این شکی نیست. اینا زنهای کرایه رو اسمشو زنهای دائم گذاشتن و اکثرا هم میدونن دیگه گیر کرده دیگه، چیزی هست. آقای چیز خدا رحمت کنه، حالا هر دوشونو خدا رحمت کنه، آقای بازرگان و آقای خدایا عجیب از انسان پیر میشه اسمها یادش میره، همون سناتوری که به صلاح از چی بود، نظر به هر حال شرمندگی هم هست که نام ایشونو فراموش کردم، تازگی وفات کردن. سناتور سنی بود که در مجلس میگه من به آقای بازرگان گفتم که آقای بازرگان در اول انقلاب نماینده شده بود، باز گرفتنش که جاسوس اسرائیل هستی، بیچاره رو زدن، اومد گفت ها هستم، و باز با عزت تمام در چی مرد در بلوچستان. ایشون میگه به آقای بازرگان گفتم که آقای بازرگان این مهدی که شما منتظرش هستید، این حضرت مهدی اگر از امروز مقدماتش فرام بشه، مطالعه داشت در کتاب شیعه، گفت تا 90 سال دیگه ظهور نمی کنین، چه انتظاری که میگید امروز میاد فردا میاد؟ میگه به من گفت این عقده پدرای ماست، ما نمیتونیم ول کنیم. البته بعدا من از یک نفر شنیدم، به نظرم از مولوی خدا اونم رحمت کنه،
عبدالملک ملازاده شنیدم، به نظرم ازشون شنیدم که بازرگان میگه، به گفته بود به ما که شما راهتون درسته، راه ما غلطه. یه وقتی بعد دیگه به این نتیجه رسیده بود. خدا میدونه. مسئله این است که مسئله من چی بود؟ که نمیتونن راه پدرای خود ول کنن. واقعا ول کردن راه پدرم سخته. اینطور آسون نیست. که شما میری ول کنی باید هجرت هم کنی. اون جای جدیدم تو رو قبول نمیکنه. جای قدیمم که جا نداری. لذا مردم نمیدونه چیکار کنه، ولی خیلی ها در دلشون قبول کردن. الان که خیلی ها قبول کردن، بریم به بحث چیزایی که بینندگان برای ما فرستادن. این نصفه گذاشته بودیم، حالا میخونیم. ایشون گفت که آقای یا خانم اسلام ترو که همه آیات قرآن کسبوندم حضرت علی، اینی که شکل گفتم، این جمله جالبیه. میگه یک از تضادهای شیعی یادم اومد که این خیلی جالبه. یکی به برنامه آقای هاشمی زنگ زد و گفت چرا شما سنی ها و وهابی ها آیه بلغ ما انزل الیک من ربک رو در مورد حضرت علی نمیدونید؟ چرا میگه نمیدونید؟ آقای هاشمی جواب جالب داد، گفت چون خود آخونده میگن پیامبر از لحظه بعثت تا روز قدیر خم شب و روز میگفت علی امام جانشین است، آب میخورد میگفت علی امام است، غذا میخورد میگفت علی امام است، از خواب پا میشد میگفت علی امام است، وسط میدان جنگ میگفت علی امام است، خلاصه 22 سال 8 ماه همش میگفت که علی امام است. ولی روز قدیر خم خدا این آیه رو نازل کرد و پیامبر رو تهدید کرد. آخه من موندم شیعان چجوری با این تناقضات کنار میان و اونها رو قبول میکنن. راست میگه دیگه. جواب آقای هاشمی ممنونم. خیلی جالبه. حتی به این دلیل هم ما میتونیم این آیه که میگه یا روز قدیر خم نازل شده که نازل آیه چیز بلاغ میگن اینا، بلغ ما انزل الیک من ربک، این رو نخونین دین پیامبری تو درست نیست. و میگه 23 سال داره میگه، امروز چجوری نمیگه؟ حتما میگه دیگه. چرا تهدیدش میکنه خدا؟ منظور این است که تضاد در مذهب شیعه واقعا یکیش همین صیغه است، یکیش همین قدیر خمه. یعنی یک انسان کمی اندیشه کنه میتونه قبول، باید قبول کنه، باید قبول کنه که این مذهب باطله. بازم داستان طالباست. بیارید این بینندم چیزی گفتن. سلام، با احترامی که با شما دارم اما انتقادی هم دارم. دو روز قبل یک برنامه از شما دیدم، شما گفتید آقای جعفریان با یک کلاه نشسته حرفای میگوید، داستان و پنج دختر. او داستان کرده بودن کاملا درست دقیق است، دروغ نیست. داستان جعفریان یک کسی است که در ایران میگن، کاملا ممنونم تا فرمان توضیح بدم که بینندگان رو که جریان نیستن، میگن که کارشناس امور افغانستانه. باز اومده گفته که در افغانستان 5 تا دختر رو از یه خانواده طالبا بردن با خودشون و من انکار کردم. بیننده میگه که اون داستان 100% درسته. والا ما فکر نمی‌کنیم که ملت افغانستان اینقدر بی‌غیرت باشه که اجازه بده دختراشو ببرن و این چنین چیزی برای من محال از قبول کردنش. با شورش نکنن و همشون هم اسلحه دارن و این مسئله برایشون مسئله از خود دین هم مهمتره. بذار شما حرف بی سند میزنید و این نمیشه قبول کرد. حالا ما میگیم از طالبان طرفداری نکنیم، اما اینقدر دیگه دروغ رو نباید بگیم دیگه. این دروغ شما نمیگم، شما میگی بیننده عزیز، شنیدی و تکرار میکنی. میگه حق، نگاه کن چی نوشته، میگه دروغ نیست، دروغ نیست. این خبر نمیتونه دروغ نباشه. بیارین لطفا اسم اون دخترها کیه، کیه پدرشون، کیه کجا هستن، مردم محلشون خب با خبر نیستن؟ عروسی که بی خبر نمیشه، صیغه که نیست که. حالا 5 تا دختر برده، در 5 تا خونه برده یا نبرده؟ مردم همسایه، مردم افغانستان همشون کامپیوترن، همسایه خود که میشناسن. اینا دروغه، اینا دروغه. من نمیفهمم چرا باید شما اینو تکرار کنید. بعد حالا اون کارشناس ایران، اون کار ایران چیست؟ درسته که کارشناسش درست باشه، بیارید. و صدها موارد جنایت غیر اسلامی انسانی طالبان انجام دادند. نمیخوام به این جنایت بپردازم. و گفتند از احمد مسعود حمایت میکنند. شما این را با لحنه تمسخر چنین گفتید. باید بدانید که آقای جعفریان نزد مردم افغانستان و بخصوص مردم مجاهد پنجشیر یک شخص نیکنام و با عزت است. سالها در جهاد افغانستان در پهلوی قهرمان ملی افغانستان حضور داشت، به فیلم‌های مستند تاریخی ساخته و دولت افغانستان بر اساس فعالیت‌های صداقت در کار جایزه شهروندی افغانستان دادند. صبر کن آقا جان، ما که داستان آقا احمد شاه مسعود خوب ممنونم برگردیم تکر می‌دونیم. احمد شاه مسعود آدم خوبی بود، خدا رحمتش کنه، با پسرش قبول ندارم، اما پدرش آدم خوبی بوده، مجاهد بوده. همین بیچاره اینا به حکومت گذاشتن. اینا همین شیعه ها با کی جنگیدن؟ شیعه هایی که از ایران به اصطلاح پول میگرفتن یا اسلحه میگرفتن، با همین احمد شاه مسعود. همین دولت ایرانی که شما الان میگی به خاطر نمیدونم حمله به دختران نمیدونم قلعه افشار، قلعه دژ افشار بگیم، حالا نمیدونم کجا هست دقیقا، 3 روز در ایران میگه عزای عمومی کرده بودن. من خبر نداشتم، در حال که اون وقتا من در همین جاها زندگی میکردم یا پیرامون افغانستان زندگی میکردم.
مادرم که خدا رحمتش کنه به من زنگ زد که افغانستان چه خبر، این چرا اینقدر ظلم میکنن، چی شده؟ میگه که پنجشیری ها به شیعه ها نمیدونم در قلعه افشار حمله کردند و زنای اونا رو بردند و باشون زنا کردند. گفتم مادر این چنین کیست تو افغانستان رخ نمیده، نه کمونیستش این کارو میکنه، نه سلفیش میکنه، نه حنفیش میکنه، نه شیعش هم. شیعه یک دوره این کار رو انجام میدادن وقتی که کابل گرفته بودم، اونم چوبشو خوردن، اونم نه همه شیعه ها. چنین چیزی گفتم اصلا نیست. یعنی شما هم مسعود هم اینا نذاشتن که همین آقای جعفری اونجا کجا بود که بهش جایزه دادن که به دولتش اعتراض میکرد چرا دروغ میگی؟ بله دیگه چی نوشتید آقا؟ بیارید بینم. دولت افغانستان به اساس فعالیت‌هایش و صداقت در کار جایزه شهروند افتخاری افغانستان دادند. ایرانی آخوند با طالب بمب راکت دادند و در حمایت پاک پنهانی کردند تا مردم افغانستان را بکشند. ما نمیگیم که ایران به اونا بمب راکت نداده، ولی آمریکا هم بود طرف مقابل داده دیگه. ایران که نمیتونه اونقدر بده، اونا که بیشتر دادن. به این حالت برساند. میگه 90% مردم به فقر شدید روبروست. مثل که قبلا مردم وضعشون خوب بوده. مردم گرسنه نبودن قبلا. و چرا خارج میرفتن همشون هر روز؟ اما یک شخص ایرانی حس همدردی برادری دارد. اقلا در مدیا از تجاوز جنایات طالبان بالای پنجشیر منصفانه حرف میزند. با مردم پنجشیر احساس همدردی میکنه. شما عزیز من متوجه نیستید. اگه حس همدردی داشت در این 40 سال حق درس خواندن رو برای بچهای افغان تو ایران، این حق اولیه هر انسان هستش. بچه تو ایران دنیا اومده نمیتونست تو مدارس ایرانی درس بخونه. پدر سوخته نمیتونست بخونه. اون درس خوندنش که آقای خامنه ای گفته احتمال 90% در حرفای من گفته. داستانش یه دفعه براتون تعریف کرده بودم. الان میذارن درس بخونن. اما آقای جعفری هم کجا بود که بگه به مردم ایران اعتراض کنه که چرا نمیذارید کنار بچهای شما بچهای افغان بشینه؟ وضعیت اینطوری نیست که شما میگید. خب به هر حال نظر شما رو ما میخونیم، باز بزن نگید نخونه. اما به حس منحس عالم دین به دور از درک واقعیت جامعه افغانستان او را یک توهین دیگر هم میکنید. جعفریان توهین کردم دیگه، به شما که نکردم. آیا بیاد با من بحث کنم آقای جعفریان؟ آیا اسلام برای این نگفته که در پهلوی مظلوم ایستاده شوید؟ اجازه بدید بقیش بعد میخونم. سلام عرض میکنم، بفرمایید. اگر فوش میدید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. احوال شما خسته؟ ممنونم عزیزم، بفرمایید. سیدی عزیز، بله، یه سوالی خدمتتون دارم. بفرمایید. عرض به خدمت شما که من به عنوان یه شیعه که دارم در مسائل اعتقادی تحقیق میکنم سوال دارم. حضرت عالی که اما اهل سنت هستید، حالا به قول آقایون یا وهابی، حالا اهل سنت یا سلفی، من عرضم این، اگر شما با اعتقادات خودتون 1% اگر اعتقاد داشتید که این مسائلی که راجع به عمر بن خطاب میگن در جامعه شیعه حقیقت داشته بود، یعنی مثلا ایشون در واقع مرتکب چنان اعمالی شده بود، مثلا تو کوچه زده بود تو گوش حضرت زهرا فرض مثال، یا مثلا 1% ایمان داشتید که ایشون حضرت زهرا رو شهید کرده، افرادش رو فرستاده برای گرفتن بیعت، اون اتفاقات که حالا میگن دیگه، اگر 1% احتمال میدادی که این مسئله درست بود، آیا انصافا شما رو قسم میدم ها، آیا باز هم به عمر انقدر احترام میذاشتم؟ نه هرگز نمیذاشتم که 1% هم احتمال میدادم که به حضرت زهرا توهین کردی یا سیلی در گوشش زده، احترام براش قائل نمیشدم. بله بعد؟ بله من عرض کردم که من شما رو قسم دادم چون به هم هم زن تدوار. خب من به شما گفتم چیز مشکلی ندارم، فکر کنم همه سنی همینه میگن که کسی که به حضرت زهرا توهین کنه هیچ لایق احترام نیست، کسی که به حضرت عایشه توهین کنه هیچ لایق احترام نیست، و اگه به حضرت حسین و حسن هم همینطور. بله بله، یعنی پس شما مطمئنن معتقدید که این اتفاقات که بیان میشه روایت جعلیه و این اتفاقات رخ نداده؟ بدون شک چنین اتفاقاتی رخ نداده، همونطور که مطمئن هستم 100% که من مسلمونم، نمیگم 99% مسلمونم، 1% مسیحی هستم، 100% مسلمون هستم، 100% میدونم که صحابه چنین کاری رو انجام ندادن. چرا طرف مقابل دروغاش یکی دوتا نیست؟ نمونه همین صیغه روایت های طرف دروغگو رو چرا ما قبول کنیم؟ تاریخ رو اونا برای ما روایت کردن و چنین چیزی ناممکن است که بره. اصلا بیعت شما خودتون فکر کنید، ماشاءالله میگید من آدم محقق هستم، انشاءالله هستید، بیعت زوری چه فایده ای داره که من برم نفر به زور بگیرم از خونه بیارم که تو با من بیعت کن؟ نیازی به بیعتش ندارم دیگه. اون که آبروی من که بیشتر میره که او رو بیارم از خونه، اونم دستشو مشت کنه، من به زور دستشو باز کنم، اینجوری تو حدیث اومده، حدیث های شیعه. عقل اینو قبول میکنه؟ عقل اینو قبول میکنه؟ البته تایید فرمایش شما، خود حضرت علی هم
میفرماید که این بیعت زوری نبوده. اگر نهج البلاغه رو عزیزان امامیه مد نظر قرار بدن، خود حضرت علی تو نهج البلاغه میفرماید که کسانی رو که شورای مهاجر انصار انتخاب کنند به عنوان امام، این رضایت خدا درونه و هر کسی از این شورا سر باز بزنه و یا طعنی به اون وارد کنه، راه دیر مؤمنان رو رفته و باید با او بجنگند. بله، شما البته بازم باید نظری چقدر اعتبار داره در نزد آقایون امامیه. حضرت علی میگه اگر با کسی سر باز بزنه و حتی طعنی وارد کنه به این انتخاب، باید با او بجنگن، چون سبیل غیر مؤمنین رو رفته. بله، حالا من نمیدونم حضرت علی رو خودش مؤمن میدونن آقایون یا نه. خب اگر حضرت علی به زور بیعت کرده بود که میشد نعوذ بالله غیر مؤمن به فرمایش خودش. بله، ماشاءالله شما که همعقیده ما هستید، همعقیده ما هستید، من خیلی خوشحالم. ولی این نکته رو به شما اضافه کنم با ادب تمام که نهج البلاغه هم یک کتاب معتبر نیست. الان به شیعه همین نکته‌ای که قطع شدید، همین نکته رو که اگه شما به شیعه بگید، شیعه میگه از باب الزام گفته، میگه من که خدای من انتخاب کرده، مردم هم انتخاب کردن. معاویه، امیر معاویه رو میگه تو چه مرگتی که قبول نمی‌کنی؟ منظور میگه اینجوریه. لذا نهج البلاغه برای ما دلیل نیست، برای ما دلیل ما کتب ما هستش، عقل ما هست. عقل این رو قبول نمی‌کنه که پیغمبر بیاد حضرت علی رو جانشین انتخاب کنه. مثال فرض کنید مردم لندن، مردم انگلستان، ما از ایران مهاجر شدیم، اونا ما رو قبول کردن رهبرشون باشه. همینطوری شد دیگه، پیغمبر رو قبول کردن مردم مدینه که اینا رهبرش باشه. حالا پیغمبر داره وفات میکنه، میگه آقا من مثلا دارم میمیرم، مثال دیگه، مثال بلا تشبیه. خب من مردم لندن من رهبر قبول کردن، میگم آقا حسن رهبر کنید بعد از من، شما که من رهبر قبول کردید، حسین نکنید. مردم باشه چه فرقی میکنه حسن حسین؟ شیعه میگه نه، با عمر و علی مخالفت کرد و عمر انتخاب کرد. برای مردم فرق نمیکرد، مردم مدینه که پادشاه شهر بودن. بله بفرمایید. سلام عرض میکنم. خب خسته نباشی. علیکم سلام، بفرمایید. خواهش میکنم، ممنونم، در خدمتتونم. شما سر خط هستید؟ من روی برنامه هستید، روی ایر هستید، صدای بس. شما رو بیننده، منم سجودی در خدمتتون. بله بفرمایید. سلام آقای سجودی، خسته نباشید. ممنونم، ببخشید. خواهش میکنم، در خدمتتونم، بفرمایید. صدای شما رو بیننده میشنوم. وقتتون بخیر. ممنونم از شما. آقای سجودی، یه سوالی داشتم، برای خودم سوال میومده تو این موضوع. بفرمایید. اطلاع ندارم. بفرمایید. اون موقعی که یکی میمیره مثلا سوره الرحمن براش میخونن، بعد یه چیزی اضافه که بشن لابشن میگن وسطش. چی میگن؟ اما نمیتونم حالا این، من هرچی میگم بابا نمیشه تو کلام خدا چیزی اضافه کنیدم، از خودشون اضافه میکنن. چی میگن؟ چی میگن؟ ما که در شیعه بودیم میرفتیم در مسجداشون که الرحمن رو میخوندن، چیزی نمیگفتن. حالا چی اضافه میکنن؟ آره میگم بهشون میگم، اتفاقا فامیل خودم هستن. نه چی میگن شما؟ تکرار کنید. بشن بشن چی منظورتون چی بود؟ نفهمیدم. لا بشه یه اوکزه، ها ها ها. بله ما تو سوره فاتحه ها. بله 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 اضافه کنم، ولی اینا خوب اضافه میکنه. اگه لطف کنی یه توضیح بدید، آیا میشه اصلا تو قرآن کلامی اضافه کرد؟ مگه نمیشه یهود و نصارا؟ بله، عرضم به حضورتون. ازتون می‌خواستم، خیلی هم دوستتون دارم. ممنون، الله شما رو حفظ کنه. الله شما رو. برنامه شما رو می‌بینم، خیلی هم خوشحالم تلفنتون مشکل بشه شد. ان شاء الله که در دنیا سر بلند باشید. آمین. موفق. آمین. همراه شما، خیلی ممنونم از شما بیننده عزیز. التماس دعا هم دارم ازتون. ممنونم، الله شما رو حفظ کنه و همه بینندگان ما رو، شما رو توفیق بده و به آرزوهای خوبتون در دنیا برسونه. ببینید این که اگه معنیش بفهمه، میگه به کدام آیه خدا رو تکذیب می‌کنید؟ و این بگه، البته قرآن باید آدم داخل نشه، ولی اگر بگه که تو دلش بگه، یا مثلا در یه حالت احساسی بگه که هیچ کدومش خدای تکذیب نمی کنم، اشکالی درش نیست. ولی به این که به صورت یک رسم رواج در بیاد یا آیات قرآن حفظ ضبط روال زیبای خوندنش قطع بشه، طبعا درست نیست و این قبلا نبود. خب پیام صوتی داری، اما قبل از اون بذارید اینو بخونم. یک آقایی بر من نوشتن که من خودم تاجیک هستم، اینکه طالبان دختران را به زور نگاه میکنند، زور نکاح میکنند، همه دروغ است. تمام پروژه های آمریکا و قراردادهای دولت فاسد دست همین پنجشیری ها بود. فاسدترینشان اشخاصشان همون وزیر و مشاور بودند. احمد مسعود به همه سالا کجا بود؟ هزاران مردم کشته بمبارون شدند، احمد مسعود کجا بود؟ این همه پول این کفر از کجا آورد؟ بسم الله محمدی صدها بار همین بسم الله محمدی صدها بار به جرم اختلاس فساد
و حتی از میلیون ها دلار از نان سرباز اختلاس کردن. خواهشان این برنامه مخفی سیاست افغانستان نکنید، هدف شما پیام اطلاع رسانی درسته. خلاصه سیاسی افغانستان فاسد کامل در طول سالها به نام جهاد اسلام دزدی کردند. ببینید، با اینکه میدونستم خب یک شاهدم اومد گفت، در این شکی نیست که به اصطلاح فعلا چیزی در پنشیر هم نیست به عنوان جنگ. یک چیزی اعلان درست کردن نمیشه که از آب کره گرفت، که هیچ مردم نمیخوان دیگه جنگ رو. مردم دیوانه نیستن که از 20 سال اونا رو آزمایش کردن. ولی حرفتون درسته، ما تو این کارا نمیخوان بریم. یا یه دفعه یک برنامه میذاریم فقط برای طالبان، باز دیگه برنامه رو میگیم، بعد از اون دیگه هیچ کس ننویسه، نظر خود مخالفین رو همه رو میگیم، مسئله رو حل میکنیم. خب پیام صوتی رو پخش کنید. سلام خدمت جناب سجودی عزیز. این آقای رضایی، شما نذاشتید حرفش به آخر برسه. گفت که من مثلا میخوام برم مسافرت، اونجا که رفتم چه کنم؟ خب آقای رضایی، تو رفتی مسافرت، خیلی ببخشید، با عذرخواهی از تمام خانم‌های بسیار محترم ایرانی، آخه شما رفتی یک ماه مسافرت، خب خانومت هم یک ماه تو خونه است و کسی رو نداره، این چه کار بکنه؟ بعد ادامه صحبتم جناب سجودی با این آقای رضایی، آیا راضی هستی شما که خانومت بره با کسی سیغه بشه؟ آیا شما مثلا، من نوعی خانه باکره تو خونه دارم، یه آقای بیاد خواستگاری که دو تا بچه هم داره، میگم آقا مثلا نمیدم بهت، ما خواهرمان رو به تو نمیدیم، خواهر ما براش پسر هست، و هیچ ناراحتیم نمیشیم، تو روستا هم یا شهر هم بگن فلانی رفته خواستگاری دختر فلانی، ایرادی نداره. ولی عکس این حالت، ما گفتم دختر ما باکره، تو خونه شما یه خانومی که دو تا بچه داشته طلاق گرفته، اگه کسی بیاد پیش شما برای صیغه این خانم و تو کوچه بپیچه، این بدتون نمیاد؟ به غیرتتون بر نمخوره؟ آیا این زشت نیست؟ آقای رضایی یکم آدم باش. یه تریاک فروش هم داره تریاکای خودشو تبلیغ میکنه، حتما جناب عالی خلاصه خودت هم این کاره ای داری تبلیغ این کاره میکنی. بله آقای رضایی، بینندگان دیده فلسفانی میشن و خوب است که ما نظرهای مخالف هم بشنویم. تمام بیننده، ما با شما موافقیم، خلاف فطر، موافق در مورد صیغه که خلاف فطرت است، خلاف فطرت است و هیچ کس قبول نمی کنه. بیننده بعدی یا کلیپ بعدی رو بخش کنید که یک دقیقه وقت داریم. بله بله، با عرض سلام و ادب خدمت شما استاد سجودی عزیز و تمام همکاران شما و تمام شنوندگان و بینندگان عزیز شما. بنده جنیدی هستم، از افغانستان شما را زحمت دادم. برنامه زیبای شما را دائم می‌بینیم و دنبال می‌کنیم. پیشتر نشسته بودیم به برنامه شما را می‌دیدیم که همون یک کسی پیام فرستاده بود، گفته بود که طالبان 5 دختر افغان بردن و خلاصه هر کاری که کردن. استاد سجودی عزیز، می‌خواستم به این برادرم گفته نمیشه چون مشرک است، به این شخص ایرانی که پیام داده بود میخواستم بگم که ما افغان ها مثل شیعه های رافیزی ایران بی غیرت نیم که کسی بیای ناموس ما رو به اسم صیغه و خمس و چی و چی ببره ما خاموش بشینیم. نه، ما افغان ها غیرت داریم، همت داریم، به همین شکلی که شما در جریان هستید. ما انگلیس شکست دادیم الحمدلله، شوروی سابق شکست دادیم، آمریکا رو شکست دادیم، به روسیه‌ای از افغانستان بیرون شدن، ولی کسی اگه به ناموس ما چپ نگاه کنه چشمش بیرون میکنیم. مگه ما علی شیعه ها هستیم که کسی به ناموس ما نگاه کنه ما خاموش بشینیم؟ نه، او علی که اعلی سنت هیچ وقت خاموش نمیشینه، ما پیرو از او علی هستیم. دیگه وقت شما نمیگیرم، تشکر میکنم از شما، موفق و کامیاب باشین. ممنون از شما بیننده عزیز. فقط این نکته رو بگم که شیعه ها هم غیرت دارن، مردم ایران غیرت دارن و از صیغه بدشون میاد، برای همین پنهانی این کار رو انجام میشه، لذا اونها هم در همین مورد مثل مردم افغانستان هستن. ولی که این فرمای شما کاملا درسته، چطور ممکنه که مردمی قبول؟ این بیننده هم از قول آقای جعفریان گفته که کارشناس هست تو ایران، که هیچ کارشناس نیست، خدا نشناس هم هست. چنین چیزی ناممکن است در مورد افغانستان رخ بده، در مورد اکثر کشور اسلامی ناممکن است، در مورد افغان ها به طور کلی ناممکنه. و باز اینا فکر میکنن که بین تاجیک و پشتون فرق است، در این مسائل هیچ فرقی نیست، متعصب تر هستن بسیاری از پشتون، فارس ها از پشتون ها هم،
این نیست که مردم فکر میکنه که دختر فارسی ببره اون چیزی نمیگه، نه این چنین چیزی نیست، خون به پا میشه، خونه ها به پا میشه و اصلا چنین چیزی نیازی نداره که دختری که دیگر ببره، خودشون هر کدوم از این طالبات خونه شون 3-4 تا بیوه هم دارن از بس که در این جنگ ها اینها شهید دادن و دختر تو خونه ها کم نیست که چرا بره دختر اونا رو ببره، مگه دختر قطعه؟ مثلا دروغ، یک جور دو جور دروغ که نمیگن، هزار جور دروغ میگن. با اصل حرف این است که من وقت بین برنامه هم تمومه، اصل دشمنی دنیا من دوستی ما با طالبان به خاطر اسلام، چیزی باشون نداریم، نه من منفعتی داریم نه برادر خوندگی دیگه غیر از اسلام داریم، برای اسلام دشمنی دنیا به خاطر اسلامه، همشون فقط به همین طالبان یک همین مسئله ربا رو از دست ببرن، همین ربایی که مثلا مثل ایران ربا داره یا مثل کشورهای دیگری اسلامی کنار بیان، به خود همه دنیا اینا رو به رسمیت میشناسه، دشمنی اونا با اسلام نه با طالب، با طالب دشمنی ندارن و این دروغان هم به خاطر هم میگن. یه روز در این مورد برنامه میذاریم، هرچند که بینندگان میگن در این بس داخل نشو، بیننده های دیگه هم صحبت های فرستادن نمیتونم پخش کنم، وقت تمومه. الله حافظ و نگهدار همه شما. من کلب زینب مجنونه تو قیم رفتونه تو قیم ما در باب قرآن بسته است، همچی میدان باز نیست، اصلا مالک زمین امامه، امام و حجت خدا مالک زمینه، مالک زمین ما. من قبول ندارم از این میبرم، اگه بنا باشه علی و عمر یه جا برم، علی و معاویه یه جا برم، امام حسین در اون وقتی که هیچ فریاد رسیده میکنه منو به حقیقت بکنه، امام حسین در ملک و جن و بشر و ذرات عالم همه امامشون امروز معنی بیان بودنش نیست که همه میفهمن. جای قرآن و آیات الهی در سینه یه عده است که خدای متعال علم عطا کرده. نبوت تمام نشده ها، تا فاطمه هست ادامه اون نبوته، هنوز بقیه دارد، هنوز همه طالب به بشر نرسید. نور امیر المؤمنین شکافته شد، فتق نور اخی علیم خلق منه الملائکه، همه ملائکه خلقتشون از نور امیر. رضا وقتی میرسی در خونه امام رضا نباید به امام رضا بگی امام رضا از خدا بخواه مریضمون رو شفا بده، واسطه نیست بین امام رضا و خدا، خود امام رضا مشیت یعنی منو بل من جن طبو، یعنی منو بل من جن طبو.